عرض کنم خدمتتون که بیشترین اشتباهاتی که تو رمزنگاری اتفاق میفته چی است؟ این مربوط نمیشه مثلا لزوما به اندروید یا بک اند، کلا تو همه سیستما به این ترتیب است. یکی این که ما میشینیم الگوریتمای رمزنگاری خودمون رو میسازیم، لزوما الگوریتم جدید نمیسازیم، مثلا دو نوع الگوریتم رو با هم قاطی میکنیم با یه ترتیب و توالی خاصی، میگیم یه سیستم جدید ساختیم. مثلا فکر میکنیم اگه MD5 و شاوان رو مثلا دو بازوی تکستی پیاده سازی بکنیم سکیوریتیش بیشتر میشه. این یه اشتباه اول است. توصیه میشه به هیچ عنوان الگوریتم رمزنگاری خودمون رو پیاده سازی نکنیم. همه الگوریتم استاندارد باید باشن، اوپن سورس باید باشن، سورسشون باید تحلیل شده باشه و شما مطمئن باشید که این نهاد رسمی که توانایی ارزیابی اینها رو داشته، این ارزیابی روشون انجام داده و اومده گفته بله فلان الگوریتم مثل مثلا AES معروف است به رایندل، این الگوریتم امنیه، شما میتونید ازش استفاده بکنید. حالا اون موارد ناامن رو هم موردش رو داریم تو اسلاید اجرات. مورد بعدی میسیوز کردن لایبرری هست. ممکن از لایبرری خوبی استفاده بکنیم، مثلا مثل بانسی کسل به مورد زمان خیلی خوب هم شده، حالا این بحث اسپانج کسل. من اینجوری که متوجه شدم بعضی وقت استفاده از این جور در واقع لایبرری ها باعث میشه این مالتی دگز هم میشه اپلیکیشن، درسته؟ چون حجم این معمولا پیاده سازی اینا خیلی زیاد است. بعضی وقت لایبرری هامون امنن و ما ازشون ناامن استفاده میکنیم. مثلا بحث مدیریت کلید بحثی که ممکنه تو لایبرری به خودی خود هندل نشه. شما هستید که این کلید رمزنگاری رو باید یه جایی مثلا ذخیره کنید یا بتونید بهش برسید. این مربوط به آیتم شما سه، یعنی پول کی منیجمنت هم هست. کی منیجمنت از کردم تو اسلاید قبلی خیلی بحث مهمیه، چون عملا اون عملیات شما صحتشون به این وابسته است. اگه کلید به سرقت بره عملا سیستم رمزنگاری که شما پیاده سازی کردین کارهای خودش از دست میده. و اصلا بحث اصلی که استود این هست چجوری جلوگیری کنیم از سرقت کلیدهای رمزنگاری. رندومنس بحث بعدی هست. با سیستم اون بحث نظری کنترل آشنایی داره دیگه، هر سیستم یه سری بی‌نظمی داره و اینها. اون شاخصی به نام انتروپی که توی این سیستم وجود داره، میگن هر سیستمی داره یک بی‌نظمیه. این بی‌نظمی توی رمزنگاری فوق‌العاده کاربرد است، به خاطر اینکه هر چقدر بی‌نظمی سیستم در لحظه‌ای که یک عدد تصادفی تولید میشه یا یک اتفاق کاملا تصادفی باید رخ بده بالا باشه، میزان رندومنس زیاد خواهد بود. در نقطه مقابلش هر چی این میزان انتروپی سیستم بیاد پایین، میزان در واقع رندومنس شما هم میاد پایین. منظور از رندومنس چیه؟ کاربردهای مختلف. فرض کنیم می‌خواید یه عدد تصادفی تولید کنید به عنوان OTP برای طرف بفرستید. ممکن است تابع امنی استفاده نمی‌کنید. مثلا کلاس رندوم توی جاوا یه سکیور رندوم نمبر جنریتور نیست دوستان، به کاربرد آماریه. اگه می‌خواید واقعاً یه عدد تصادفی تولید کنید مثلا 6 رقمی که قابل حدس و قابل پیش بینی نیست، حدس یعنی اینکه من نتونم به از ریاضی سری بشکنمش، قابل پیش بینی یعنی که نتونم سکونسش رو تشخیص بدم. اگه میخواید همچین چیزی باشه مسلما کلاس رندوم به درد نمیخوره. چه کلاسی توی جاوا وجود داره برای این کار؟ سکیور رندوم. کلاس سکیور رندوم توی جاوا و اندروید هم که هست به ما کمک میکنه بتونیم یه عدد تصادفی تولید کنیم. منظور از عدد تصادفی میتونه یه رشته باشه. یعنی چه کاربردی داره؟ خود کلید رمزنگاری باید یه چیز تصادفی باشه، غیر قابل حدس به اندازه کافی طولانی و سخت. یعنی قابل حدس نباشه و کلیدهای بعدی هم که همینجوری برای رمزنگاری اطلاعات بعدی هستش قابل حدس نباشه. این رندومنس هم شاخص خیلی مهمی است تو پیاده سازی. خب ما میدونیم که اندروید بیسش لینوکسه. توی لینوکس ما دو جور در واقع مولد عدد تصادفی داریم، یکیش دیو رندومه، دیوایس رندوم، یکی هم یو رندوم خیلی سیف نیست و کلن انتروپی رو چک نمی کنه. هر زمان که شما فراخوانی بکنید یه عدد تصادفی بهتون میده. ممکنه انتروپی سیستم تون لحظه پایین بوده باشه و بعد بیاد چیز بکنه. اگه اجازه بدید من یه لحظه یه چیزی رو اینجا بد نیست نشون بدم در مورد انتروپی که بود صحبت کردیم. داشبورده البته خیلی چیز نیست، این دموی ابزار مانیتورینگه. من بیشتر میخوام چون این یه سرور لینوکسی رو داره چیز میکنه، ملاحظه بفهمید این نمودار رو نمیدونم دوستان میبینن؟ نمیبینید؟ نمیدونم بذارید بیانم چه تمش رو من بتونم تغییر بدم. الان میبینید؟ بهتر شد. این شاخص رو ملاحظه میفهمید؟ هرچی بیشتر باشه انتروپی بالاتر، این الان بالاتر این سطح انتروپی بعد از اون افت میکنه، این یه سیکله.
که با فرکانس در واقع تغییر میکنه. توی کرنل اندروید هم همین اتفاق داره میفته، یعنی اون دیوایسی که از مولد عدد تصادفیه وقتی از جورندوم استفاده میکنی ممکنه هر جایی از این نمودار عدد تصادفی شما رو تولید کنه. وقتی طبیعتا اینجا یه عدد تصادفی یا اینجا تولید کنه، خیلی رندوم نسبت بالایی نداره. رندوم برخلاف یورندوم این کار رو نمیکنه، معمولا میاد چک میکنه اگه انتروپی پایین بود، چون از یه کانتری استفاده میکنه ولی از یه پولی برمیداره عدد تصادفی رو، اگر انتروپی پایین باشه ازش استفاده نمیکنه. ولی یه مشکلی که وجود داره بلاکره، بلاک میکنه سطح انتروپی بره بالا بعد عددو بده. این میتونه یه مقدار از لحاظ پرفورمنسی تو بعضی پیاده سازی ها مشکل ساز باشه. خود اندروید اومده یه سری پیشنهادهایی داده، حالا لینکاشو داریم، حالا با هم مرور میکنیم که چجوری عدد تصادفی رو در واقع تولید بکنیم. میخواستم بگم توی سیستم اندروید هم تقریبا یه همچین چیزی هست، یه مولد عدد تصادفی هم همیشه اینو چک میکنه که انتروپی در بالاترین سطح ممکن باشه بعد خروجی لازم رو بده به ما. بعد نکته بعدی هم این هست که ما از یک رویکرد متمرکزی برای رمزنگاری استفاده نکنیم. هر جای اپلیکیشن یه به یه شیوه، یعنی مثلا یه جایی از رمزنگاری سیمتریک استفاده می‌کنیم، یه جا تبادل کلیدمون به یه شیوه خاصی، یه جا فقط از SSL استفاده می‌کنیم، یه جا مثلا دیتا رو استور می‌کنیم، رمزنگاری می‌کنیم، یه جا نمی‌کنیم، یه جا به خود پلتفرم مثلا چیز داریم، اتکا داریم. مثلا خود اندروید به دلیل اینکه این کی استور و مکانیزم‌های رمزنگاری به صورت بیلتین داره، دیسک انکریپشن رو هم می‌بینیم که پشتیبانی می‌کنه. و اون دیسک انکریپشن حالا چه جوری اتفاق میفته من عرض میکنم. مثلا فرض کنیم یه جایی ما بگیم نقطه اتکام اونه، دیسک رو رمزنگاری میکنه، اگه کسی این گوشی دستش بیفته این دیتا چیه؟ رمزنگاری شده است، مگر اینکه چیکار کنه؟ گوشی رو آنلاک کنه، چون اون کلیدی که برای رمزنگاری روی دیسک استفاده میشه از اون سکیوریتی لاکی که خود یوزر در واقع روی دیوایس گذاشته مشتق میشه. حالا به این ترتیب فرض کنیم. بعد عرض کنم خدمتتون که خب الگوریتم در حال تکاملن دیگه، بعضیاشون کنار میرن ضعیفن، شناسایی میشه که مشکل دارن، بعضیاشون جدید میاد اسکیمای جدیدی بسازن. اینکه ما نتونیم خودمون رو با این شرایط و این تغییرات وفق بدیم در بلند مدت هم میتونه مشکل ساز بشه. یه سری چیزای بحث رگولیشن هم هست تو دنیا، رو بحث رمزنگاری به شدت حساسن. استانداردهای هیپا رو حتما میشناسی، توزیع اطلاعات درمانی استفاده میشه توی دنیا، حالا ما تو ایران هم داریم تقریبا اینا، مراکزی که اطلاعات بیماران رو نگهداری میکنن، سوابق پزشکیشون رو، ملزم هستن که بیان و این رکورد ها رو رمزنگاری بکنن تا بحث حریم خصوصی کاربر در واقع حفظ بشه، چون ممکن به هر حال افشا بشه یه نفر یه بیماری داره و خب برای مثلا اعتبار طرف مسئله ساز بشه، یا سوابق بیمه ایشو تحت تاثیر قرار بده، یا خیلی چیزای دیگه. استاندارد دیگه که وجود داره PCI DSS توزیع خط پرداخت‌های مختلف بر کارت استفاده میشه. مثلا این اومدی یه سری الزاماتی رو داده، گفته وقتی موبایل اپلیکیشن توسعه میدین برای حوزه پرداخت چه الزاماتی رو ببینید. حالا دوستانی که توزیع فینتک یا پرداخت کار می‌کنن میدونن، مثلا ما این مجموعه بهش شاپرک داریم تو ایران که رو حوزه پرداخت تو کشور نظارت داره. دیدید لوگوشو تو دستگاه‌های پوز و اینجا همه جا هست. اینا اومدن یه سری الزاماتی دادن، گفتن وقتی اپلیکیشن موبایلی مثلا شما پی ال سی می‌کنید برای پرداخت موبایل، برای کارت به کارت، برای نمی‌دونم پرداخت، حالا به هر ترتیبی یه سری الزاماتی هست اینا رو باید رعایت بکنید. و یکی هم که جی دی پی آر فکر کنم همه دوستان آشنایی دادن دیگه، استاندارد امنیتی داده است و رعایت حریم خصوصی توی اروپا، حالا بقیه جای دنیا هم داره آداپت میشه این استاندارد. تو آرتیکل 17 اومده در واقع اشاره می‌کنه باید یک سیستم اطلاعاتی دو تا موضوع خیلی مهم رو در واقع گارانتی بکنه، یکی حق امهای اطلاعات یا رایت آف ارژیره، یکی هم بحث خدمتتون عرض بکنم انکریپشن کی منیجمنته. حالا این دوتا بحث رو باز میکنه که چجوری در واقع اطلاعاتی که مربوط به اشخاص هست بایستی هر زمان که اومدن چیز دادن از اون سرویس دهنده خواستن اطلاعات ارائه بشه امها بشه، و حق فراموشی اون اطلاعات هم در واقع براشون حفظ بشه، یعنی هیچ سوابق و رکوردی ازشون وجود نداشته باشه. یه استانداردی هم تو دنیا هست به نام فیپس 142، حالا تو آمریکا پایه‌گذاری شده. کاربردش چی؟ وقتی یه ماژول رمزنگاری سخت افزاری تولید میشه یا نرم افزاری، یکی از استانداردها که میان باش بنچمارک میگیرن ببینن که این امنه یا نه، این فیپس 142. حالا این ارتباط این بحث رو با هم خواهیم دید. تا اینجا دوستان موضوع خاصی نیست. از کنم خدمتون حالا در مورد کاربرد و انواع الگوریتم هم یه صحبتی داشته باشیم با. حالا این رمزنگاری که صحبت میکنیم چه جور در واقع کاربرد داره؟ یکیش بحث هشینگه. حالا معمولا به خود انکریپشن دیکریپشن اشتباه گرفته میشه. هشینگ یک فرآیند یک طرف است، معمولا بدون کلیده، و معنیش اینه
به ازای هر ورودی منحصر به فرد یه خروجی منحصر به فرد باید بده. یعنی اگر شما مثلا از تابعی مثل ND5 یا شاوان یا شاپون 112 استفاده میکنید، حالا مثلا تو اندروید یه رشته رو بهش میدین، حتما باید یه خروجی منحصر، یعنی هیچ رشته دیگه‌ای نباید وجود داشته باشه که همون خروجی رو بده. به این اتفاق میگن کولیژن یا تصادم. یعنی اگه یک الگوریتمی دو تا رشته وجود داشته باشه که یک خروجی یکسان بده، اون الگوریتم کولیژن رزیستنس نیست، در مقابل کولیژن و تصادم مقاومت نداره و کاربرد امنیتی خودش رو از دست میده. توی این لیستی که اینجا من به عنوان مثال آوردم، کدومی که از این الگوریتما دیگه فاقد کارکرد امنیتی مناسب هستن؟ MD5 و بغلش هم هست شاوان. شاید حالا خیلی جا استفاده میکنیم، نمیدونم مثلا این کی استوری که برای سرتیفیکیت میگیریم هنوز شاوان، اینم کولیژن رزیستنس نیست دیگه، برای کاربردهای حساس نباید ازش استفاده بشه. چه تهدیدی داره؟ خب شما روی این هشینگ حساب باز میکنید که مثلا حالا ما میدونیم توی اندروید خیلی شاید چیز نباشه، مثلا مسئله نباشه، ولی مثلا تو بک اند خیلی وقت این پسورد کاربر که میگیریم تو دیتابیس میخوایم استور بکنیم، مثلا هش میکنیم استور میکنیم، این هشینگ ممکن است طریق الگوریتمی مثل اینا انجام میشه. کار کاملا اشتباهیه، با هر سه تاش کاملا کار اشتباهیه، ولی زیاد میبینیم. MD5 و شاوان که اشتباه هم به خاطر اینکه کولیژن رزیستنت نیستن، ممکن یه رشته دیگه هم خروجی رو بده و بایپاس بشه سیستم. کشفم شده این که میگیم کولیژن رزیستنت نیست، اینه که همه الگوریتمای هشینگ بای دیفالت این تصادم رو داره، فقط زمانی که طول میکشه تا به این برسن تو دنیا فرق میکنه. مثلا در مورد شاوان 112 هنوز اون دو تا رشته پیدا نشده، ولی در مورد شاوان و MD5 دو تا رشته رو میدونن، همه جا تو دنیا میدونن. یه سرچ کنین تو اینترنت دو تا رشته معادل پیدا میکنین که اگه بدین به MD5 خروجی یکسان میدن، به خاطر همین به درد نمیخوره دیگه. اون شاوان 112 به خاطر اینکه حالا همه این خانواده معمولا خیلی سریع سرعت بالا زمان کرک کردن خوب میکنه، یعنی من میتونم نرخ در واقع رو حملات آفلاین با سرعت بالاتر کرک کنم. به چرا تو به اندروید داره؟ اگه یه نفری ورداره یه گوشی لاک شده رو که انکریپت شده رو ورداره و بخواد کرکش بکنه، چون سیستم در واقع لاک پشتش اینجوریه که اتنتیکیشن توکن بعد از احراز هویت یعنی آنلاک شدن دیوایس تولید میشه، یه هشی در واقع تبادل میشه. اگه طرف بتونه اون مکانیزم رو به صورت آفلاین کرک بکنه، با سرعت خیلی بالایی مثلا میتونه ترکیبای ورودی مختلف رو کشف بکنه. در مورد چی؟ پین معمولا چند تاست؟ توی اندروید 4 تاست دیگه، نه ورودیش وقتی پین ست میکنیم، یعنی میشه چند تا ترکیب سرچ اسپیسش میشه 10000. من 4 تا 0 تا 4 تا 9 میتونم نهایتا ست کنم دیگه. 10000 تا خیلی ترکیب کوچیکی. اگه این مکانیزم لاکوت وجود نداشته باشه توی دیوایس سریع شکسته میشه. اون مکانیزم لاکوت هست که یه مقدار بازدارنده است، یعنی دیدید به صورت نمایی دفعه اول وقتی اشتباه میکنین چند بار یه بازی زمانی دیگه نمیتونین ترای کنید و به همین ترتیب این زمان بیشتر میشه واسه ترایای بعدی. بعد اگه پترن هم میگن خیلی دیگه حالا سکیور نیست، چون اونم سرچ اسپیس خیلی وسیعی نداره، ولی مثلا از پین امتر. پسورد خوبه ولی از اینا امتر مثلا بایومتریکه طبیعتا. بخاطر همین که تو کی استور اگه شما ببینید به تدریج روی مکانیزم امنیتی مثل فیشال ریکگنیشن یا فینگرپرینت اومدن یک API خاصی روی کیگارد منیجر و کی استور دادن که واسه عملیات خاص فقط میگه که اگه بایومتریک دیوایس ساپورت میکنه میتونید از این استفاده بکنید از این API. از هشینگ بگذاریم، اینه فاقد کلیدم ریورسیبل، مثلا یعنی اون چیزی که هش میشه ازش دیگه نمیشه به دیتای اولیه رسید. چه کاربرد داره بیشتر؟ مثلا فرض کنید شما اینتگریتی چکینگ میخواین انجام بدید، مثلا میگین که من یه فایلی دارم یه هش ازش میگیرم یه جور نگه میدارم، دفعه بعد که میخوام برم اون فایل رو باز بکنم مثلا میام اون هش رو دوباره کامپیوت میکنم با اونی که ذخیره کردم مقایسه میکنم، اگه یکسان بود که این فایل تغییر نکرده، اگه یک تغییر کرده بود یعنی فایل مودیفای شده. مثلا یک کاربردش میتونه این باشه. HMAC یا هش بیس مسیج اتنتیکیشن کد به چه دردی میخوره؟ اینم یه نوع در واقع مبتنی بر هشینگه، منتها کلید داره. تو این روش باز یک طرفه است و ریورسیبل. کاری که انجام میشه اینه، این پیام هایی که در واقع هست میخواد بین دو تا نقطه تبادل بشه، برای اینکه مطمئن بشن حین تبادل دستکاری نمیشه، روی کلاینت HMAC تولید میشه واسهش یا MAC تولید میشه مسیج اتنتیکیشن کد، سمت سرور دوباره یعنی اون گیرنده دوباره همین کارو تکرار میکنه. و اینا به چه چیزی نیاز دارن که بتونن این کارو یکسان انجام بدن؟ یکی اینکه کلید یکسانی نیاز دارن، یعنی هر دو طرف این کلیدی که به این میدن باید یکسان باشه، معمولا یک کلید 512 بیتی است و الگوریتمی هم که استفاده میکنن باید یکسان باشه. مثل چی؟ مثلا HMAC شاپ 512، یعنی HMAC به اضافه یه الگوریتم هشینگ. بس کاربردش چیه؟ فرض کنید یه اپ پرداخت نوشتین،
میخواید مثلا اطلاعات کارتو بگیرین، اطلاعات رو بفرستین سمت سرور، تو این تراکنشه میگید مبدا، مقصد، مبلغ. این وسط یه نفر میتونه من این دمیدل بکنه این مبلغ رو تغییر بده یا نه مقصد رو تغییر بده. سرور چجوری میتونه بفهمه که این مسیج تغییر کرد یا نکرد اگه مکانیزمی وجود نداشته باشه؟ دو تا روش معمولا برای این وجود داره، یکیش مبتنی بر اچمک، یکیشم مبتنی بر پابلیک کی انکریپشن یا رمزنگاری نامتقارنه. حالا جفتش رو مثلا اثر باشه. توی اچمک روش ساده است، یه روش متقارن محسوب میشه، دو طرفی شیر کی داره. اینم باز API‌اشو تو اندروید میتونید پیدا بکنید که هر سالا میتونید از ترت پارتی هم استفاده بکنید. خیلی پیاده سازی پیچیده ای نداره. همیشه خروجیش اینطوریه. یه رشته‌ای رو که هر چیزی دوست دارید می‌خواید به سمت مثلا سرور یا سال بکنید، مطمئن بشین سرور اونو میتونه وریفای بکنه رو. اچمکشو میگیرید، کنار مسیج میفرستید. حالا اگه کسی بخواد بیاد این وسط اینو دستکاری بکنه، چه اتفاقی میفته؟ اوکی، موفق میشه مسیج رو دستکاری کنه. ولی دیگه نمیتونه اون اچمکو تولید کنه. چرا؟ چون کلیدر نداره. کلید بین این دو طرف ارتباط فقط وجود داره، اون وسط کسی بهش دسترسی نداره. اتفاقی که میفته اینه که دیگه اون اچمکی به اون کانتنتی که دست سرور میرسه نمیخونه و سرور متوجه دستگاه میشه و مثلا اونو ریجکتش میکنه. این کار بودش. این الان رو همین دستگاه های پوز میبینید پیاده سازی شده، روی برنامه های پرداخت به صورت موبایلی پیاده سازی میشه. بعضی از الگوریتم‌ها که ما به عنوان کانال ارتباطی ازش استفاده میکنیم مثل TLS یه چیزی شبیه به اینو داره، یا مثلا SSH. سیمتریک الگوریتم متقارنه، شاید ازش خیلی استفاده کرده باشید. الگوریتم هایی که دو طرف ارتباط برای رمزنگاری و رمزگشایی، یعنی اون که محرمانگی داده در یه جا ما در واقع با رمزنگاری تعمیم میکنیم، میفرستیم و طرف هم باز میکنیم. دو طرف باز هم یک کلید اشتراکی دارن، یعنی دو طرف از کلید باید مطلع باشه، بدونن که این کلید رمزنگاری چی بود، ازش چجوری استفاده میکنه. این API توی خود اندروید به صورت بیلتین از ورژن 6 به بعد اضافه شد. یعنی تا ورژن 6 به صورت بیلتین شما نمیتونستین از اندروید از کی استور استفاده بکنید برای این کار. اصلا نداشت. مجبور بودین چیکار کنید؟ یا برید سراغ بانسی کسل و اینا، یا یه کدی چیزی از یه جا مثلا ترت پارتی بردارید و بیاید استفاده بکنید. که این چیز معمولی بود. منتها یه ریسکای داره دیگه طبیعتا. ممکنه پیاده سازی ناامن باشه یا توش بک دور وجود داشته باشه. اینکه برام مثلا از گیتاب یه کدی رو کپی بکنم خودش ریسک امنیتیه. اجون الگوریتمایی که حالا تو این زمینه بودن دز، تریپل دز، AES و RC4. تو این چهارتا دوستان اطلاع دارن کدومش ناامنه؟ RC4 یکی دیگه هم هست؟ دز. بله دقیقا. قبلا از این دز برای همین رمزنگاری روش اطلاعات پرداختی تو دنیا استفاده میشه، مثلا دستگاه ATM، پوز، برنامه موبایل. بعد که شکسته شد چون طول کلید کوتاه بود اومدن تریپل دز رو دادن. این طول کلیدش 56 بیتی بود. بعد اومد تریپل دز، اومد طول کلید 112 و 168 بیتی رو داره میده. این طول کلید مهمه، چون هرچی طول کلید بیشتر باشه توی الگوریتم معمولا قدرت بیشتری داره. AES هم تقریبا از اوایل دهه قبل در واقع اومده، یه استاندارد امنیتی نظامی بود اون موقع. یعنی یه مسابقه گذاشتن، یه تعداد الگوریتم کاندید شدن، بعد این برنده شد. اسم اصلیش رایندله. ممکنه تو جاوا مثلا برید به اسم AES پیداش نکنید، تو رایندل میشه. پیاده سازی مختلف. این AES یعنی Advanced Encryption System، یه رمزگاهی متقارن خیلی قوی و خیلی سریع هست و خب طبیعتا توصیه میشه تا جایی ممکن ازش استفاده بشه. RC4 کجاست؟ تو این مودما مثلا الگوریتم WEP هست که استفاده میکنیم، تنظیم میکنیم، اون از RC4 استفاده میشه. چون میدونیم اون الگوریتم هم نام ندیگه، یعنی مودما که از اون استفاده میکنن معمولا سریع هک میشن. RC4 خودش هم شکسته شده، خیلی توصیه نمیشه در واقع ازش استفاده بشه. و این دسته‌ای که بعدی است رمزگاری نامتقارن یا اسیمتریک است، در واقع به صورت ریاضی یه زوج کلید خصوصی و عمومی تولید میشه. در واقع اصلش اینه که یه عدد خیلی بزرگی ازش یه کلید خصوصی مشتق میشه. ریاضی حالا بس ببین که چه الگوریتمی، روش این متفاوت است. تو RSA یه جوره، الگوریتم دیگه هم باز یه جور دیگه. بعد از اون کلید خصوصی هست که کلید عمومی یا پابلیک تولید میشه. یعنی شما هر موقع کلید خصوصی رو داشته باشید همیشه میتونید به کلید عمومی برسید، ولی برعکسش هیچ موقع صادق نیست. خب به چه دردی میخوره؟ جایی که شما میخواید مثلا یه محیط ناامن دارین کار میکنید، میخواید همه براتون بتونن اطلاعاتو بفرستن ولی فقط شما بتونید رمزگشایی بکنید، یعنی اون که خودش رمزنگاری میکنه دیتا رو میفرسته نمیتونه دیگه بازش کنه، اونجا از رمزنگاری نامتقارن استفاده میکنه. تو این روش کلید خصوصی رو کسی داره که قرار مسیجا رو باز بکنه، باهاش مسیجا رو دیکریپت میکنه. اما ممکنه تعداد آدم خیلی زیاد یا کلاینت خیلی زیادی کلید عمومی داشته باشن. مثلا توی اپ اندروید شما میتونید یه کلید عمومی از سرورتون رو هارد کد کنید داخل کد. این ریسک امنیتی خاصی نداره چون پابلیک کیه.
پابلیک همه هم بدونن اتفاق بدی نمیفته. یا میتونید داینامیک لودش کنید، مثلا یه یوآرلی باشه ریکوست بزن، مشروط به اینکه فقط مطمئن باشین این پابلیکی معادل سرورتونه. برای این راهکار اندروید چه سولوشنی ارائه میده؟ میگه سرتیفیکیت ها استفاده بکنید، گواهینامه که داخلشون یه پابلیکی هست، یعنی کیستور خودش هم از این گواهینامه پشتیبانی میکنه. میگه که این رو توسط یه CA سرتیفیکیت اتوریتی، این CA همونایی هستن که گواهی‌های SSL رو صادر میکنن دیگه، درسته؟ میگه شما یه سرتیفیکیت رو هارد کد کنید داخل اپتون که داخلش پابلیک کی هم هست و نشون میده این پابلیک کی مالکیه، تاریخ انقضاش کیه و خیلی چیزای دیگه. ریسک امنیتی نداره، میتونی ازش استفاده بکنی. الگوریتمایی که تو این دسته هستن، البته این فقط برای رمزگشایی نیست و یه سری محدودیتایی هم داره، کاربرد دقیق اینا رو عرض می‌کنم خدمتتون. الگوریتم معروفی که تو این دسته هستن RSA، خیلی معروفه، ازش خیلی جا استفاده می‌کنیم، درسته؟ الپتیو کرف کریپتوگرافی ECC خیلی جدیده. الپتیو کرف تقریبا واسه خیلی سال پیشه 1979 اگه اشتباه نکنم، ولی الپتیو کرف تقریبا بعضی شات واسه 7 8 سال پیشه مثلا، اینقدر جدید. و دیفیلمن اگه شنیده باشید، دیفیلمن هم یک مدل ریاضی پیچیده داره. کاربرد دیگه اینا برای امضای دیجیتالی هست، یعنی پشت این اثر انگشتی که ما معمولا چیز میکنیم روی دیوایس همون وجود داره، رمزنگاری نامتقارنه که چجوری مثلا یه اپی دوستان کیا ورود بر اثر انگشت روی اپشون پیاده سازی کردن؟ چند فرم بود؟ این معمولا به چه شیوه پیاده سازی میکنید این رو؟ یعنی ببینید، من چند تا روش رو دیدم، حالا هر کدوم نزدیکتر بود. یه روشی که من دیدم خیلی امن نیست اینه، یه تابع، خب متدی وجود داره توی اندروید که میگه این اثر انگشت ولید بود، یعنی یه ترو فالس برمیگردونه. بعضی پیاده سازی ها دیدم فقط همین، این روش امن نیست. یه روش دیگه اینه که کیستور آنلاک میشه، یه سایفر آبجکت از توش استخراج میشه. حالا ممکنه شما یه چیزی رو توی دیوایس ذخیره کردید، مثل یوزر پسورد طرف یا یه ریفرش توکن، میتونه هر چیزی باشه. بعد اون میفرستین سمت سرور و احراز هویت انجام میشه، مثلا بعدش اکسس توکن میگیرید و این روش هم. و به یه مدلش هم دارم تو بعضی از این تا اپلیکیشن های مثلا موبایل بانک، زمانی که مثلا تو تنظیمات کاربر دیوایسش از اثر انگشت پشتیبانی میکنه و من میرم اینو فعال میکنم، اون لحظه اثر انگشت از من نمیخواد، این ناامنه. چرا؟ چون ممکنه، خب ما میدونیم اندروید یه سیستم عامل مالتی یوزره، ممکنه رو اون دیوایس چند تا کاربر اثر انگشتشون تعریف شده باشه و عملا این سیستم عامل که نمیتونه تشخیص بده که این اثر انگشت اول واسه A، این اثر انگشت دوم واسه B. از نظر این همشون فلته، هیچ تفاوتی بینشون نیست. وقتی تو اون تنظیمات فعال میکنیم، حتما باید یک بار از کاربر بخوایم اثر انگشتش رو بکشه روی دست، و اول خب طبیعتا یه سری نیازمندی‌ها روی دیوایس باید چک کنیم دیگه، اینکه نسخه مورد نظر اندروید روی سیستم عامل هست، اینکه سنسور اثر انگشت داره، اگه لازم میدونیم سخت افزاری بودن کیستور رو چک میکنیم، اینکه هاردور بک یا سافت ور بک چک میکنیم، بعد چک میکنیم که دیوایس لاک داشته باشه، طبیعتاً اثر انگشت بدون مثلا لاک دیوایس. حالا این لاک میتونه هم خود اثر انگشت باشه، هم میتونه لاک های دیگه باشه، به صورت آلترناتیو هستن دیگه. چه کاربردی توی دیوایس نیاز به این لاک دارن؟ تعریف VPN. VPN هم میدونیم یه کانال رمزنگاری، دیدید شما نمیتونید روی دیوایسی که لاک سکیور نداره VPN کانکشن ات کنید، چون اونم باز کلیدهای رمزنگاریشو مجبوره با یه چیزی محافظت کنه. اون لاک پارامتری است که ازش برای تولید کلید رمزنگاری آن دی فلای استفاده میشه. حالا بیشتر باز میکنم. بعد عرض کنم خدمتتون که این کاربردها هستی به هر حال. حالا میخوام بگم یعنی کجاها مثلا این موضوع به هم ربط پیدا کنه. آخرین بحثی هم من بگم از این بگذارید، بس تولید عدد تصادفیه، حالا اشاره کردم دیگه، حالا ازش عبور می‌کنم.